برگشتیم و در ادامه برنامه قرار داریم. وقت شما ایزان بخیر باشد، نیمه روزتان بخیر باشد. و ما همچنان در نیمه دوم برنامه مهماندار هستیم. بانو مریم معروف آروین در برنامه تشریف آوردن و موضوعی را که امروز صحبت می داشته باشند، تلفات بانو، تلفات افراد ملکی و بخصوص بانوان را امروز صحبت می داشته باشند. سلام بر شما مریم جان، وقتتون بخیر. سپاسگزار، وقت شما همچنان بخیر. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم شما را در برنامه داریم. فکر می کنم یک مدت طولانی شد که شما را در برنامه نداشتیم. خوب، دقیقا شرایط روزگار است و خوشحال هستیم که مجددا باز همه که دیگر دیدیم و از طریق شما بیننده های خوبتان را بیشتر هم روشن هم صحبت میشیم و مهمانشان میشیم. خیلی لطف کردیم مریم جان. یگانه بانوی از کمیشه در برنامه احساس میکنیم به خاطر که در برنامه کم به تاخیر تشریف میارن و امروز هم مریم جان موضوعی را که انتخاب کردیم میشه صحبت های داشته باشین، برای دوستا بیشتر معلومات بدین. در چندین سال آخر تلفات افراد ملکی و همچنان به خصوص بانوان که در این تلفات دخیل بودن. خیلی ممنون از شما و بعد با درود صلوات آغاز میکنیم برای پاک شهدای کشور ما. امید میکنیم که روز افغانستان مکان امن به خاطر ادبایی که در افغانستان زندگی میکنن ادبایش هستن و ما افغانستان را من حیث خانه مشترک و من حیث مادر معنوی خود قبول کردیم. امید میکنیم که روز در افغانستان فضای صلح و ثبات طور تامین شود که دیگر ما اعضای خود به خاطر جنگ، بدبختی و بیچارگی از دست ندیم. شما میدانین که وقت چالش های چون فقر، بدبختی، جنگ و ناامنی در سطح کشورها که چه ارز کنیم سطح جهان وقت مطرح میشه، بیشترین قشر که زیانمند میشه زنان و اطفال است و بدبختی بیشتر اینا با تصاف تجربه میکنن با وجود ازی که در جنگ دخیل نیستن. ولی آمار تلفات بدبختانه در کشورهای مثل افغانستان، مثل سوریه، مثل عراق و امثال از اینا همیشه در بابت اطفال و همه قسم در بابت خانم ها بر اثر جنگ زیاد بوده. افغانستان هم یکی از همون کشورهایی است که بدبختانه آمار تلفات افراد ملکیش بالا هست. شما همی دیشب شاهد بودین که ما تنها بدبختانه در چند سال گذشته و خصوصا در یک سالی که پسر میگذرانیم و میریم به طرف سال بعدی، هرچند که سالی سوی تکمیل شد، ولی به هر صورتش شما شاهد هستین که ما بیشتر از 2000 کسایی را داشتیم که جان شیرین خود را دست دادن، بدبختانه کشته شدن و بیشتر از 5000 کسایی را ما داشتیم که اینا زخمی شدن. یعنی بدبختانه جنگ افغانستان در چند سال اخیر یا هم در یک سال و کمتر بیشتر از یک سال اخیر بیشتر از 7000 چه در عرصه کسایی که زخمی شدن چه در عرصه کسایی که شهید شدن، بدبختانه ما کسایی را داشتیم که زیانمند جنگ بودن. بنابراین وقت روی آمار صحبت میشه، چیزی که نگران کننده هستی است که آمار خانم ها و اطفال چه در صفوف کسایی که زخمی هستن چه در صفوف کسایی که بدبختانه به شهادت رسیدن بیشتر است و این نگران کننده است. ما امید میکنم که یک پالیسی مشخص، یک برنامه خیلی خوب به خاطر این بحث وجود داشته باشه، هرچند که حکومت افغانستان دایره داره که این تلفات بیشتر از طرف طالب ها وارد شده، از طرف گروه های توریستی وارد شده. ولی بدبختانه وقت واقع بینانه به این مسئله و به این بحث نگاه میکنیم، دقت میکنیم که تنها گروه دهشت افغان و مزدور مثل طالب، داعش، حقانی و دیگرش نیست که از مردم افغانستان تلفات میگیرن. بدبختانه حکومت افغانستان هم خیلی مواقع به خاطر عدم دقت و یا هم موارد دیگه که خود از اینا بسیاری اوقات دلایل بیان میکنن که من امید میکنم تا ای که ما دلیل میگیم مشکلات بپذیریم راه حل برش پیدا بکنیم اینا بیان میکنن و مرچن نمیتونه قناعت بخش باشه. ولی بدبختانه حکومت افغانستان هم از جمله طرف هایی بوده که بر مردم افغانستان تلفات وارد کرده. ما شهید، ما زخمی، خصوصا در قسمت و یا هم قشر اطفال و قسم زنان داشتیم. شما عملات متفاوت را در ننگرهار، در پروان، هم قسم در تخار، در بدخشان و امثال از اینا شاهد بودین دیگه که عملاتی که صورت میگرفت از طرف نیروهای امنیتی ما به می چند روز پیش هم ما شاهدش بودیم. بدبختانه تلفات داشت که این مخیل میتونه نگران کننده باشه و ما از تمام طرف های درگیر در افغانستان طبق مواد و ماده های حقوق بین الملل بشر دوستانه که در حمایت از
قربانیان جنگ و در حمایت از افراد اشخاصی که بی‌طرف هستند در بحث جنگ به وجود آمده. با امید میکنیم که اینا بیاین و مو قانون را حداقل رعایت بکنن تا تلفات بیشتر نداشته باشیم. بانو مریم، شما هم شاهدش بودین مثلا در سالهایی که ما در افغانستان زندگی میکنیم، سبزترین نقاط کشور و همچنان خیلی از موضوعاتی که افراد ملکی بیشتر در او دخیل بوده، مثل مکاتب، مثل بعض موضوعات دیگه که خیلی از افراد ملکی درش دخیل بوده، ما تلفات بیشتر میتیم. اما چرا ما هر سال در حال افزایشش هستیم؟ حتی اگر محو کرده نمیتونه دولت افغانستانی موضوعات را، در حال کاهش هم نیستیم. خب یک نکته را فراموش نکنیم که اگر قرار شود که کار به اهل کار سپرده نشه، مطمئن باشین که نتیجه بهتر از این نمیشه. وقت بحث فساد در ادارات دفاعی و امنیتی افغانستان مطرح میشه، وقت بحث عدم وجود افراد متخصص در بدن حکومت مطرح میشه، خصوصا در نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان، و همه قسم وقت شما اصل تعهد را بدبختانه در اکثریت، در وجود اکثریت و در تفکر اکثریت مسئولین حکومتی افغانستان، حکومت وحدت ملی، نمیبینین، نتیجه بهترتر از این نمیتونه باشه. یعنی شما وقت به افغانستان، به کشور بدبخت و بیچاره مثل افغانستان تعهد ندارین، برنامه جور نمیکنین و فقط تفکرتون اینه میست که چطور چمکی رو محکم بگیرین، چطور به خاطر چمکی، به خاطر منافع جیبای خودتان، به خاطر منافع خیش قوم و فامیلتان شما بیشتر تلاش بکنین و ای اداره نداشته باشین حداقل، و یا هم این تفکر نداشته باشین که بر افغانستان، بر مردم افغانستان خدمت بکنین. کسی که از بین میره او رو اولاد خودتان عنوان بکنین، و درست مثل ای که شما به اعضای خانواده خود زحمت میکشین، اون قسم به مردم افغانستان زحمت بکشین. و طرف دیگه بحث تخصص از ما بارها یادآوری کردیم، وقتی اصل شایسته سالاری مد نظر گرفته نمیشه، یک شخص که تجارت خوانده شما او رو در نهادهای امنیتی دفاعی میارید، یک کس را که علوم اجتماعی خوانده شما میارید و پالیسی ساز برنامه‌های دفاعی و امنیتی تان میکنید. اما قسم بحث‌های دیگه‌ای که در گذشته مطرح شده بدبختانه، نتیجه بهترتر از این نمیشه. ما افراد متخصص، افراد متعهد، افراد مسلکی را در راستا داریم که ما امید میکنیم حکومت افغانستان با فشار مدنی که مردم افغانستان رویشان وارد میکنن، اینا بیاین وزی تعداد افراد اشخاص که مسلکی هستن، یعنی درس جنگ و آموخته جنگ هستن، میدونن که مسلکی چطور با جنگ و بدبختی های افغانستان مقابله بکنن، استراتژی در از مدت کوتاه مدت داشته باشن، و در نهایت در حداقل در بحث حملات شبانه ای که صورت میگیره و انجام بشه، از دقت لازم و از کردار لازم برخوردار باشن که بیاین و یک این عملات را انجام بدن تا تلفات به نیروهای ملکی نرسه. و طرف دیگه یک بحث دیگه که همیشه مطرح شده در افغانستان بدبختانه بوده که ما به اتکا تنها با آمردگی کردیم، تنها اتکا با امیددهی کردیم، هیچگاه کسایی را که در یک چنین معمال دخیل بودن دست داشتن به میز ما که ما به مجازات نکشاندیم. و طرف دیگه تنها حکومت افغانستان نیست. اون شما میدونید که نیروهای خارجی که در افغانستان هستن، ناتو و امثال از اینا که در افغانستان کار میکنن، فعالیت میکنن، هیچ کدام از اینا در هیچ موقعی اینا نامدن بر علاوه که مسئولیت نگرفتن، هیچ گونه مجازات دهی و پاسخگویی از طرف از اینا بر مردم افغانستان نبوده. بنابراین در یک چنین وضعیتی که وقتی پاسخ دهی نباشه، وقتی نظارت کامل وجود نداشته باشه، وقتی دقت در عملیات ها وجود نداشته باشه، و بحث افغانستان، بحث جنگ افغانستان به شکل درست مدیریت نشه، بدبختانه نمیتونیم نتیجه بیشتر و بهتر تر از این داشته باشیم. بانو مریم، میشه برای ما بگوین این همه آماره که در همه موضوعات خیلی مثلا در هر وقت و در هر زمانش ما در حال افزایش هستیم، چقدر مردم را به حکومت و دولت بیباور ساخته و چقدر مثلا بیمسئولیتی حکومت و دولت را در مقابل مردم نشان میده؟ خب شما میدانین که وقت بحث حقوق بین الملل بشر دوستانه حداقل مطرح میشه، 6 طبقه از افراد اشخاص را میایه و در حمایتشان بلند میشه حقوق بین الملل بشر دوستانه، و همه قسم اماکن مقدس و امثال زنا، صلیب سرخ، امثال زنا میگه که در زمان درگیری ها و در بحث جنگ و همه قسم وقت چالش های وجود می داشته باشد، در بحث نظامی و یا هم جنگ وجود می داشته باشد، اینا این طبقه های هستن که نباید تحت هیچ عنوان هدف قرار بگیرن. یعنی مساجد، مکاتب، اماکن عمومی و همه قسم مردم عام، چه اطفال، چه زنان و کسایی که در جنگ دخیل نیستن، اینا مورد حمایت از قانون است و نباید هدف قرار گرفته شود. در این چنین وضعیت و حالت، وقتی به وضاحت و صریحاً گفته میشه که کسایی که در جنگ دخیل نیستن نباید تلفات به اونا وارد شود، دیگه بس حل است به نظر من. ولی
بحثی است که در افغانستان یک کشور است که قوانین بیشتر طراحی میشه، بیشتر تصویب میشه، توشیح میشه، ولی بدبختانه در بحث اجرایش ما فوق العاده مشکل داریم. اجرا نمیشه. این حال وقت قانون اجرا نشه، در بحث حکومت داری شما قانون را اجرا به اجرا نگذارین، در بحث مبارزه با فساد به این ناکامیتان قبول بکنین و در نهایت شما موفق نباشین و این را بپذیرین. حداقل من خوش هستم که میپذیرن در یه آخر، در گذشته های چنین چیزی نبوده. وقتی شما میپذیرین که این مشکلات وجود داره، همه قسم در موارد متفاوت در بحث جنگ، در بحث صلح شما قانون را زیر پا میکنین، بنابراین در یک چنین شرایط و حالت قطعا که فضای جنگل بیشتر حاکم میشه، یعنی قانون جنگل حاکم میشه، قوی قوی تر میشه، مظلوم مظلوم تر واقعی قرار میگیره. بنابراین طبیعتا فلسفه وجودی حکومت به اینمی دلیل است که مساوات، برابری و در نهایت برای اجرای قوانینی که در یک کشور وجود داره زمانت اجرایش به عهده میگیره و می یک فضای امن و مساوات را برای اتباعی جامعه خودش فراهم میسازه. وقتی قانون به اجرا گذاشته نمیشه، دقیقا یعنی به این معنی است که حکومت ناتوان است، حکومت از اتباعی خودش حمایت کرده نمیتونه، وظایفش طبق قانون انجام داده نمیتونه. بنابراین طبیعتا که یک فاصله بسیار جدی بین مردم و بین حکومت ایجاد بشه. ما بازم یادآوری میکنیم به عنوان رای حل که اگر قرار شود که ما به آماردهی، به امیدهی اکتفا بکنیم، این باز هم فاصله ها رو به وجود میاره، باز هم دیدگاه های پوپولیستی است بین به شکل واقعی و به شکل اساسی. با در نظر داشته بس تخصص و تعهد یک پالیسی اساسی و جدی را داشته باشیم که طرفات حداقل از طرف حکومت افغانستان، از طرف نیروهای خارجی در افغانستان در عملیات هایشان بر مردم افغانستان وارد نشه و طرف دیگه بیم یک فشار لازم را داشته باشیم روی مخالفین، مثلا دولت افغانستان که مردم افغانستان در جنگ دخیل نیستن، با انتحار، با انفجار و امثال از اینا نباید از مردم افغانستان قربانی گرفته شد. بان مریم، سوال اینجا از وقت مخالفین دولت با حکومت و دولت مشکل دارن، پس چرا در همه موارد باید مثلا افراد ملکی و هموطنان و بیگناه ما دخیل باشند؟ خب شما میدونید که ملت بدبختانه در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان همیشه نقطه قوت نبوده، نقطه به نقطه ضعف تبدیل شده. به این مفهوم که شما میدونید که حکومت افغانستان هم خیلی مواقع از ملت افغانستان به عنوان یک وسیله فشار روی مخالفین مسلح دولت افغانستان استفاده میکنه و مخالفین مسلح دولت افغانستان به کرات می از ملت افغانستان به عنوان یک آلی فشار روی جامعه جهانی، روی کمک کننده های بین المللی افغانستان، روی حکومت افغانستان استفاده میکنه. و بحث اساسی که من بیشتر مطرح کردم همین است که وقتی ما قانونی را که ساختیم او را رعایت نکنیم، به عنوان یک افغان به او قانون احترام نگذاریم، او را تطبیق نکنیم، به اجرا نگذاریم، خب مخالفین مسلح دولت افغانستان مثلا طالب قطعا به یک چنین بحث تمکین نمیکنه که او قوانین را قبول بکنه، به مردم افغانستان ضرر نرسانه و به اینی به تفکر باشه که اگر من قرار است مشکل بر مردم افغانستان خلق بکنم و از اونها تلفات بگیرم، جرایم را انجام بدم، روز طبق این قانون من محاکمه میشم. وقتی ما خود ما قانون را رعایت نمیکنیم، ما انتظار نباید داشته باشیم طالب رعایت بکنه. بنابراین ملت بدبختانه در افغانستان به عنوان یک آله فشار استفاده میشه. شما متوجه هستین که هر زمانی که مخالفین مسلح دولت افغانستان به تفکرات خودشان، به مقاصد خودشان نمیرسن، از ملت افغانستان قربانی میگیرن. و بس هم می است که وقتی شما به قوانین بین المللی، به قوانین داخلی شما احترام نمیگذارید، شما به قوانین انسانی و اسلامی شما احترام نمیگذارید. شما در سال گذشته شاهد بودین که ما بیشتر از 200 شهید در ماه مبارک رمضان داشتیم، بیشتر از 300 شهید تنها زخمی ما داشتیم. بنابراین در کجای منطق جایگزین میتونه باشه، در کجای قوانین اسلامی میتونه، در کجای فقه میتونه وجود داشته باشه که شما در ماه مبارک رمضان حداقل شما میایین و از مردم افغانستان که روزه میگیرن، نماز میخوانن، کلمه میخوانن، مسلمان هستن، شما میایین قربانی میگیرین. در بحث انسانی که اصلا جای نداره. من امید میکنم که ما حداقل به مو تفکرات، به مو قوانینی که احترام داریم، به مو دین مقدس اسلامی که ادعا میکنیم از او استفاده میکنیم، اگر واقعا احترام داریم، باید افراد ملکی از این بحث ها و از جنگ و بالاخره از تلفات که وارد میشن جدا بیشتر باید باشن و این میتونه کمک شایان بکنه به اینکه بحث صلح و بحث آرامش و ثبات در افغانستان بیشتر تحکیم بخشیده شود، ورنه چالش های ما بیشتر از این خواهد شد. دقیقاً. بانو مریم، طبق آماری که تعیین شده، حالا فعلا مسئولیت حقوق بشر در این راستا چی میتونه باشه؟ خب نه تنها حقوق بشر، همه این نهادهایی که همه مؤسسات، همه این جوها، همه جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق زن، حقوق کودک و امثال زنا، فعالان
پروسه صلح و بحث صلح همه ما مسئولیت داریم، ولی نهادهایی که زیر مجموعه حکومت کار میکنن به عنوان کمیسیون های مستقل، اینا قطعا مسئولیتشان جدی است. و ما باز بیان میخواییم بکنم که تنها با یک اعلامیه محکوم کردن نمیشه که ما اکتفا بکنیم. ما امید میکنیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر حداقل از کشورهای دیگه، از کمیسیون های مستقل حقوق بشر کشورهای دیگه حداقل درس را باید اینا داشته باشن، فشارهای لازم را با هماهنگی و همکاری ملت افغانستان روی حکومت افغانستان وارد بکنن، روی مخالفین مسلح دولت افغانستان وارد بکنن، روی جامعه جهانی، روی کشورهای مثل آمریکا و امثال از اینا که بیشترین دخالت را در بحث جنگ و صلح افغانستان دارن، روی ناتویی که عملیات های متفاوت شبانه را در ولایت های متفاوت افغانستان انجام میتن، و به میز محاکمه کشاندن از اینا قطعا که مسئولیت جدی و فشار جدی را میتونه وارد بکنه. مثلا شما شاید بودین کسایی که جرایم را در ضد حقوق بشری و ضد انسانی را در افغانستان انجام داده بودن، ترامپ اونا را بخشید بدون هیچ محاکمه، بدون هیچ گونه مجازات. بنابراین نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر میتونه برجسته باشه با همانگی نهادهای دیگر، یا مثلا بحث رهایی عقلانی و امثال از اینا که قطعا کمک میکنه که کسایی که یک چنین جرایم را انجام میتن اونا به این تفکر باشن که فرهنگ مافیات هنوز هم در افغانستان زنده است، ما خودمون میتونیم جرایم را انجام بدیم و خودمون میتونیم دوباره خودمون را ببخشیم، هیچ قانون حاکم نیست، هیچ فشار روی ما نمیتونه وجود داشته باشه. بنابراین اگر قرار شوه که ما یک چنین مشکلات را از بین ببریم، با یک چنین مشکلات مبارزه بکنیم، قطعا نیازمند تطبیق قوانین چه در سطح داخلی چه در سطح خارجی با کمک همکاران بین المللی افغانستان و بالاخره حکومت افغانستان نیازمند هستیم که ما امید میکنم تلاش جدی در راستای سوی حکومت بیشتر باشه. بانو مریم، به عنوان آخرین سوال میشه یک راه حل جدی را برای همه دوستا بگوین که در این موارد چی میتونه باشه؟ خب در بس اول مرچنگ به جریان بسای اشاره کردیم، کوتا میخوام اشاره بکنم که وجود یک تر برنامه و پلان منظم به خاطر جلوگیری از آمار بیشتر تلفات افراد ملکی خصوصا زنان و اطفال باید طراحی شود، و کسایی که یک چنین عملات را انجام میتن، یک چنین تلفات را وارد میکنن، قطعا باید به میز محاکمه کشانده شوند و این نیازمند یک حکومت مقتدر و متحد به افغانستان است. و طرف دیگه ما قطعا نیازمند هستیم که کسایی که فعالین هستند در راستا در بحث جنگ و صلح افغانستان، اونا آواز متحد و آواز رسای را علیه کسایی که تلفات به افراد ملکی وارد میکنن، چه طالب ها باشن، چه گروه های دهشت افغانندگی باشن، چه حکومت افغانستان باشه، و یا هم چه جامعه جهانی و نیروهای خارجی که در افغانستان هستن، اما هنگی و منسجم بودن از اینا کمک میکنه با یک طرح و پلان منظم که اینا حداقل پاسخگو باشن بابت فعالیتایی که در افغانستان میکنن و متضررین از اونها مردم افغانستان است. شما سلامت زنده باشین که در برنامه خودتان تشریف آوردین و مهمان ما بودین در برنامه. میشه کوتا پیامتون رو در امتداد روز داشته باشین؟ خب ممنون، سپاسگزار از شما. و در نهایت پیامی که ما به مردم افغانستان دارم، خصوصا زنان و اطفال افغانستانی، است که قطعا نباید ناامید باشیم. بحث جنگ، بحث بدبختی در هر کشور جهان، شما وقت تاریخش میخوانید، وجود داشته، ولی مبارزه است که انسان‌ها رو بیشتر نزدیک میکنه به تفکر مثبت که در ذهنشان داره. شما سلامت باشید. تشکری خاص میکنم از بانو مریم که در این بخش برنامه ما را همراهی کردند و صحبت‌های خیلی عالی داشتن. انشالله که دوستانی که بیننده برنامه خودتان بودین در امتداد روز از صحبت‌هایشان مستفید شده باشین، و خصوصا پیام خیلی عالی که داشتن همیشه امید بخش بوده برای همه دوستان. و تشکری شما از عزیزان را هم میکنیم به خاطر که همه روز بیننده برنامه خودتان از ساعت 2 الی 3 ما را بیننده میباشین. فردا روز یکشنبه است، انشالله در خدمت شما ایزان دوباره برمیگردیم با موارد جدیدی که در برنامه ما وجود می داشته باشد. تا فردا همیتون بخدا بند اکتامانت میگذاریم. وقت شما بخیر، خدا نگهدارتان.